هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر، از ولایت هرات به شما سلام تقدیم میکنم. در رابطه با گزارش های از هرات امروز به ریاست معارف ولایت هرات آمدم و به خانم زینب سروری که آمر بخش اداری هستن صحبت میکنم. لطفا خانم سروری، اگر بگوین که سکتوری که شما کار میکنین چه شعباتی را یا چه بخش هایی را در بر میگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که تشریف آوردین. در قسمت میتونم بگم که مجموعه معاونیت مالی اداری 23 مدیریت در بر میگیره، از جمله بخش منابع بشری، بخش مالی، بخش رتبه، بخش سوانه، بخش تحقیق نشان دیگه، بخش بودجه، بخش امداد، بخش انجینری. هر کدوم از اینا با زیر مجموعههای خودخور دارن. 12 مدیریت داریم و 23 شعبه داریم. شما میتونید به طور مثال یکی از این شعبات را کارش بیان بکنید که دقیق تر چی کار را انجام میدن؟ در بخش منابع بشری یا مدیر منابع بشری صلاحیت ای داره که استادانی که از طرف اطلاعات ایلی معرفی میشن جریان کار از اینا روند کری از اینا به بخش منابع بشری تعلق میگیره و همچنین تقاعد استادان اکرمی خود که میگیرن، تغییر و تبدیلی هایی که در مکاتب صورت میگیره بگم همین شعبه ملی بخش منابع بشری. در مجموع بودجه که وزارت آموزش و پرورش در کابل برای هرات اختصاص داده، فکر میکنید که نیازمندی های این ریاست معارف را تکمیل میکنید یا بعضی وقتا شما به بعضی کمبودی های مواجه میشین؟ خیلی، ما هم امسال خاصه هاشون بگم با کمبود بودجه مواجه هستیم، هم در بخش خریداری برکسی باد و موجودی تمام اجناسی که داریم به کاتب باید خریداری بشه با کمبود بودجه مواجه ما، مخصوصا در سطح منسولی ها که باز اونان با همین کمبودات مواجه هستن و همچنین در بخش ترمیمات ما خانه های کرایه‌ای داریم که باز هم با کمبود بودجه مواجه هستیم. در بخش معاشات استادان، درست معاشات روزمره ماهوار به صورت دوامدار و خیلی خوب در روند کار ادامه داره و خیلی راحته، ولی متاسفانه منسولی ها ما در بخش امتیازات بس و قدم ها با مشکل مواجه هم و تا حال مدت چند سال میشه که با کمبود مواجه و اجرا نشده. آیا گاهی شده که معاش معلمین و تعداد زیادی هم شما اجیر دارین که کار میکنن به طبق افتاده باشه؟ خیلی خیلی، معاش های استاد از هر وقت انجام میشه، هیچ مشکلی در رابطه نداریم. اگر اولا استادان اجیر خدمتی ما یا ولیمقتم یا حفاظ امام با مشکل مواجه شدن و به تاخیر اجرا شده، روند کار اینا یعنی کن بوده، یعنی از طرف خود دکتر درگاه‌های حق و زمین فرمه‌های از اینا در مورد کامیتونی نشده و در اثر ذهب نشده که اجرا بشه معاشات اینا، ولی به نقطه که ریاست معارف آمده و روند کار رونق گرفته در اثر ذهب به پول کمیرسه. خوشبختانه طوری که در یک دو سال معلوم میشه خانم ها در ادارات محلی هرات مقام های ارشدی رو به دست گرفتن که تقریبا در چندین سال گذشته همچی چیزی نبوده و خیلی تحصیلات عالی دارن. میتونه خانم سروری خود شما اگر کوتاه بکنین چه رشته رو خواندن و تا چه حدی تحصیلات خود رو ادامه دادن؟ شریعت کامیاب شدم، لیسانس از بخش شریعت دارم، ولی بنا به علاقه که داشتم به خصوصی هم دوباره باز بخش روانشناسی رو امتحان دادم و ادامه تحصیل در رشته روانشناسی هم دادم. خب بسیار تشکر از شما. البته ما با معاون صاحب معارفم یا آموزش پرورشم صحبت کردم و اینا سوالات دیگه مرا انجام دادن، این سوالاتی که شما در رابطه با سکتور خود دادین همینقدر کافی. بسیار تشکر از شما که اولا که فیلم شما را در بیرون از افغانستان شهروندان افغانستان میبینن، خصوصا خانمایی که در خارج هستن و هراتی ها، اگر خواسته باشین پیامی کوتاهی برای همشهریان خود و هموطنان خود در مجموع همشهریان خود بگین لطفا میتونین از کامرا استفاده کنین.
تشکر از شما که تشریف آوردیم. البته شما پرسیدیم از من که در چه سطح تحصیل کردی. به نظر من در کنار تحصیل باید تجربه را مد نظر بگیریم. من بیش از 10 سال در بخش ریاست معارف کار کردم و بیش از 10 سال هم در بخش مدارس خصوصی بودم. البته در بخش ریاست معارف از معلمی گرفته، بخش اداری و آمریت من چندین تا سابقه کاری دارم و از هموطنان خواهش میکنم که اگر در رأس ادارات قرار میگیرن حداقل خیلی مهمه تجربه و تحصیلم در کنار از این. امیدوارم که همیشه موفق و معلیت باشم. تشکر از شما. خیلی ممنون. خداحافظ شما.